سرخط خبرها. هشدار فعالان معدنی غور و حکومت. شماره از باشندگان ولایت غور و فعالین معدنی این ولایت به حکومت مرکزی هشدار می‌دهند در صورت که به خواسته‌هایشان توجه نشود دست به اعتراضات گسترده مردمی خواهند زد. و در مقابل اینا استاد هستند و حق مشروع خود به هر طریقی که میشه حق مشروع خود میخواهند و میگیرند. افغانستان مرگبارترین کشور جهان برای کودکان. بر اساس تازه‌ترین گزارش عفو بین الملل، افغانستان در سال 2019 میلادی مرگبارترین کشور جهان برای کودکان بوده است. و تاکید سفارت آمریکا در کابل بر تامین شفافیت در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری. سلام و وقتتان بخیر. وابسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز پنجشنبه دهم ماه درو سال 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 30 ماه جنوری سال 2020 میلادی. مشروع خبرها. شورای سراسری ولایت غور در کابل میگوید که حکومت وحدت ملی در 5 سال گذشته هیچ گونه توجه به این ولایت نکرده است. اعضای این شورا میافزایند که حرکت راه و روشنایی در ولایت غور یک حرکت مردمی و استوار بر محرومیت های این ولایت میباشد و حکومت باید به خواسته هایشان پاسخ دهند. این شورا همچنان هشدار میدهد در صورت که بودجه برای ساخت سرک و انتقال برق به این ولایت اختصاص دادن نشود دست به نافرمانی های معدنی خواهند زد. اعتراض باشندگان ولایت غور امروز وارد 11 روز شد. اعتراض کنندگان با شعارهای عدالت و توسعه متوازن 11 روز پیش دست به اعتراض دادند و دروازه های تمامی نهادهای دولتی را بستند. در 11 روز این اعتراض ها زنان نیز در کنار مردم به سرک های شهر فیروزکو برآمدند و در جمع اعتراض کنندگان پیوستند. معترضان از حکومت مرکزی میخواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی کند. با این حال شورای سراسری ولایت غور در کابل نیز در حمایت از حرکت راه روشنی نشست برگزار کرده و بر توجه حکومت بر خواستهای معترضان در این ولایت تاکید ورزیدند. اعضای این شورا میگویند که حرکت مردمی راه روشنی برخواسته از محرومیت های مردم بوده و باید حکومت به آن توجه جدی داشته باشد. آنان همچنان حکومت را به بی‌توجهی در طول 5 سال اخیر در قسمت بهسازی این ولایت متهم کرده میگویند که در بودجه سال 1399 هیچ گونه پروژه انکشافی در این ولایت جاگزین نشده است. هیئت اعزامی از طرف دولت حکومت وحدت ملی در غور سال گذشته به مردم ما وعده سپردند که هر سال ما یک کود مشخص برای شورای غور و هرات به نظر میگیریم و از او کود ما این شورا را تنظیم و اعمار میسازیم. متاسفانه که در بودجه 1399 هیچ بودجه در سرک غور اختصاص داده نشد. ما در ولایت زندگی میکنیم که متاسفانه در طول 18 سال ما شاهد بی‌کفایتی بودیم، شاهد بی‌توجهی بودیم و در 6 ولسوالی که ولسوالی پسوند است، تولک است، ساغر است، تیواره است، شرک است، دولینه، در این 6 ولسوالی به اندازه تعصب صورت گرفته از سوی حکومت های محلی تا مرکزی که به اوج خود. از سوی هم اعضای شورای سراسری ولایت غور حکومت مرکزی را به بی‌پروایی به این ولایت متهم کرده میگویند که در مسویده بودجه مالی هیچ توجهی از سوی حکومت مرکزی به ولایت غور نشده است.
ما خواستای ما از دولت اینمی چیزی مشروعی است، نه ای که خدای ناخواسته ما چیزی خلاف قانون مردم نجیب ما داشته باشه. تنها سرک میخواییم و برق میخواییم. سرک ما نمیگیم که امسال کلن سرک ما تیار شده، بلکه یک چیزی در نظر بگیرن که لااقل ما هم بتانیم برای مدت یک دو سال سه سال به شارع وصل شد، فریب نباشه. ما هم مردم اینمی وطن هستیم، بالاخره تذکره وطن داریم، به این مملکت، به این وطن، به این حکومت ما مالیه میتیم، حداقل انسان های این مملکت هستیم، حق داریم سرک و برق داشته باشیم. ما چیزی بالاتر از قانون اساسی نمیخواهیم. خدای نخواسته قانون مطالبه نامشروع نیست. در این حال اعضای این شورا هشدار میدهند که اگر به خواستای مشروعشان از سوی حکومت توجه صورت نگیرد، دست به اعتراضات مدنی زده و خیمه های تحصن را در کابل و سایر ولایات برپا خواهند کرد. شما در 18 سالی که این حکومت فعلی روی کار آمده، میلیاردها دلار از دونرهای خارجی در افغانستان سرازیر شد، اما در یک ولایت دورافتاده به اندازه یعنی 10 کیلومتر سرک به اصطلاح پخته شده و هم بعد از جنجال های بسیار زیاد. و در مقابل اینا استاد هستند و حق مشروع خود به هر طریقی که میشه حق مشروع خود میخواهند و میگیرند و زور باشه و هر آنچه که باشه، چون مردم غور واقعا به سوتو آمدند، مردم غور از بیشتر دیگه تحمل ندارند. که این گفته ها در حال مطرح می شود که حدود بیشتر از 10 روز است که باشندگان ولایت غور در پیوند به عدم شمولیت ساخت سرک و انتقال برق در بودجه سال 1399 دست به اعتراضات مدنی زدند و خواهان توجه به خواستهایشان هستند. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش گفته است که جنگ افغانستان مرگبارترین جنگ در جهان برای کودکان بوده است. گزارش سازمان عفو بین الملل رقم تلفات کودکان افغان را در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی بیش از 2400 تن ارائه کرده است. معاون رئیس منطقوی سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا گفته است که منازعه مسلحانه در افغانستان در حال کاهش نه بلکه رو به افزایش است و از غیر نظامیان افغان قربانی می گیرد. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش اعلام کرده است که جنگ افغانستان در سال 2019 میلادی مرگبارترین جنگ در جهان برای کودکان بوده است. بر اساس این گزارش منتشر شده، در 9 ماه اول سال 2019 میلادی 2400 کودک در افغانستان در نتیجه درگیری های مسلحانه کشته و زخمی شدند. رقم مجموعی تلفات غیر نظامیان افغان در این گزارش 2563 نفر کشته و 5676 نفر زخمی اعلام شده است. بر اساس این گزارش از ماه جولای تا سپتامبر سال 2019 میلادی بیشترین تلفات غیر نظامیان در افغانستان به ثبت رسیده است. سازمان عفو بین الملل در این گزارش خود تمامی طرف های درگیر جنگ در افغانستان به شمول نیروهای طرفدار دولت را به بی‌اعتنایی تکان دهنده نسبت به زندگی غیر نظامیان متهم کرده و گروه های طالبان و داعش را مسئول بیشترین حملات و تلفات غیر نظامیان خوانده است. معاون رئیس منطقه‌ای سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا گفته است که منازعه مسلحانه در افغانستان در حال کاهش نه بلکه رو به افزایش است و از غیر نظامیان افغان قربانی می گیرد. معاون رئیس منطقه‌ای سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا گفته است که مقام‌های افغان و جامعه جهانی مسئولیت حفاظت از غیر نظامیان را دارند و عاملان حمله به آنان باید پاسخگو باشند. عفو بین الملل در این گزارش خود همچنان از وضعیت حقوق بشری در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در این کشور به خاطر کارشان با تهدید و بازداشت روبرو هستند. بر اساس این گزارش، قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان به عدالت دسترسی ندارند. عفو بین الملل افزوده است
که دادگاه بین المللی جرایم از تحقیقات در مورد جنایات در افغانستان سر باز زده و حکومت افغانستان نیز در پیگرد تخطی‌های جدی حقوق بشری به شمول خشونت علیه زنان و حملات بر مدافعان حقوق بشر ناکام بوده است. گزارش پیشنهاد کرده است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای حرمت گذاشتن و محافظت از مدافعان حقوق بشر در این کشور حمایت‌های لازم را فراهم کنند. برخی از کارشناسان بین المللی با ابراز نگرانی از تنش‌ها میان آمریکا و ایران میگویند که این دو کشور در افغانستان منافع مشترک دارند و ادامه تنش‌ها روند صلح افغانستان را متاثر خواهد کرد. آنان می‌افزایند که ایالات متحده آمریکا و ایران در راستای مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تحکیم ثبات در افغانستان منافع مشترک دارند و ادامه تنش‌ها میان این دو کشور تأثیر منفی در افغانستان می‌گذارد. این کارشناسان با اشاره بر چالش‌های احتمالی که با افزایش تنش‌ها میان این دو کشور در افغانستان ایجاد خواهد شد، از سران ایالات متحده آمریکا و ایران می‌خواهند که تنش‌هایشان را از راه تفاهم حل و فصل کنند. پس از افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و ایران و نگرانی‌ها از چالش‌های احتمالی که به دلیل تنش‌ها میان این دو کشور در افغانستان ایجاد خواهد شد، برخی از کارشناسان روابط بین‌المللی بر ختم این تنش‌ها تأکید می‌ورزند. آنان می‌افزایند که آمریکا و ایران در افغانستان منافع مشترک دارند و ادامه تنش‌ها میان این دو کشور تأثیرات منفی در امورات افغانستان خواهد گذاشت. با گفته آنان، ایران و آمریکا بیشتر روی موضوعات چون مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تحکیم ثبات در افغانستان منافع مشترک دارند و ادامه تنش‌ها این امورات را در افغانستان متأثر می‌سازد. زمین ایران و آمریکا در کشور ما، قسمی که پیشتر هم گفته شد، منافع مشروع مشترک نیست دارند که نمونه‌های بارز آن مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و بر یک مدت بسیار طویل اینها مشترکاً در برابر خشونت طالبا مبارزه کردند. کارشناسان میگویند 8 ماه است بی‌ثباتی حکومتی در کشور جریان دارد و نتیجه انتخابات که 9% از مردم افغانستان اشتراک کرده اند نیز هنوز مشخص نشده است. 8 ماه است که بساز قانون اساسی با بحران مشروعیت حکومت داری روبرو هستیم. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اشتراک کمتر از 9% از جمله 18 میلیون واجدن شرایط رای خودش نماینده بی‌اعتمادی مردم بالای سیاست است و با گذشت 4 ماه نتایج آن نافرجام معلوم می شود. کارشناسان از دولت مردان می خواهند که به بی‌طرفی‌شان ادامه داده و تلاش ورزند تا افغانستان من حیث یک همکار بین ایران و آمریکا باشد. منافع دو کشور، منافع عمده دو کشور در افغانستان در موازات هست. برای فرصت این هنوز هم وجود دارد که ما افغانستان را من حیث سهمی همکاری بین دو کشور قرار بدیم و به نفع خود استفاده بکنیم، هم از ایالات متحده و هم از اعضای ارشد مرکز همکاری های بین المللی دانشگاه نیویورک نیز میگویند که آمریکا میخواهد ثبات در افغانستان تأمین شود و به همین دلیل نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش میدهد. با گفته آنان، آمریکا خواهان برقراری صلح و ثبات در افغانستان است و به همین دلیل با نیروهای امنیتی افغان همکاری میکند و آنها را آموزش میدهد. ایالات متحده آمریکا خواستار برقراری صلح و ثبات دائمی در افغانستان است و به همین دلیل به این کشور همکاری دارد و بر نیروهای امنیتی آن نیز آموزش و مشوره می‌دهد. هدف آمریکا این است که افغانستان دوباره به لانه امن هراس افغانان تبدیل نشود و برای تحقق این هدف تا کنون در این کشور باقی مانده است. این در حال است که در ادامه تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و ایران مقامات حکومتی گفتند که به هیچ عنوان اجازه داده نمی شود تا از خاک افغانستان علیه کشورهای بیرونی استفاده شود.
قضایای نزدیک به 90% از شکایات استنافهای دسته‌های انتخاباتی جهت فیصله نهایی به دسترس اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار داده شده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون، تا اکنون در پیوند به هیچ یک از این قضایا تصمیم نهایی گرفته نشده است. از سوی هم کمیسیون شکایات انتخاباتی از عدم فشار از سوی تکت‌های انتخاباتی مبنی بر روال کار خیش اطمینان می‌دهد. پس از چندین بار رد شدن از سوی اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی به علت موجودیت تناقض در قضایای شکایات استنافی دسته‌های انتخاباتی، ظاهراً بالاخره این قضایا به گونه درست جهت فیصله نهایی روی میز کاری کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی آورده شده است. شکایاتی که به دسترس کمیشنران قرار دارد شامل 4 قضیه مربوط به 102,000 آرای خارج از زمان، 137,000 آرای قرنطین شده، 2,423 محل جنجالی و یک تعداد تفاوت آرا که حدود 85 الی 90% مجموع شکایات را تشکیل می‌دهد. بانک از این تعداد شکایات تا اکنون در پیوند به هیچ کدام از آنها تصمیم نهایی اتخاذ نشده، اما سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اطمینان می‌دهد که به زودترین فرصت کار رسیدگی به آنها نهایی خواهد شد. خوشبختانه 4 قضیه از قضایای بسیار مهم و اساسی، 1 در مورد 102,000 رای، 2 در مورد 137,000 رای، 3 در مورد 2,423 محل و 4 در مورد تفاوت آرا میان ریزل شیت و معلومات بایومتریک از 1 تا 5. اینا مورد بررسی قرار گرفته، مورد تحلیل حقوقی هم قرار گرفته، سر میز کمیشنر است و زودترین وقت انشاءالله فیصله خواهد شد. با این همه کار تحلیل و بررسی شکایت مربوط به تفاوت آرا، بازشماری و ابطال محلات به اتمام نرسیده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی با تأکید به اتمام کارشان در آینده های نزدیک اطمینان می‌دهد که دسته های انتخاباتی هیچ گونه فشار به کار رسیدگی به شکایات ایجاد نکرده است. خب فشارهای از سوی تکت های انتخاباتی خوشبختانه حداقل در این روزهای اخیر اصلا نبوده و نیست، اما خب گاهی ما یک گلایه های البته از دوستای خود کردیم که مثلا اونا به لحاظ نقدی که بود، یک نقدی بوده که نسبت به قضایا و فیصله ها هر موقع نقد شده ما نگران نیستیم. انتخابات ریاست جمهوری در 6 میزان برگزار گردید و نتایج ابتدایی این انتخابات در اول جدی اعلام شد. کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت انتخاباتی به بیش از 16,000 شکایت در پیوند به نتایج رسیدگی کرده است. اکنون که حدود 1 هفته دیگر از زمان تعیین شده مبنی بر رسیدگی به شکایت استنافخواهی دسته های انتخاباتی باقی مانده است، اما تا هنوز کمیسیون شکایت انتخاباتی کار رسیدگی به یک قضیه را نیز نهایی نکرده. این که آیا کمیسیون خواهد توانست به زمان معین کارخش را به فرجام برساند، گذشت زمان جواب دقیق ارائه خواهد کرد. در همین حال راس ویلسون، سرپرست جدید سفارت آمریکا در کابل، از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته است که به طور هماهنگ و شفاف برای اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری کار کنند. آقای ویلسون در پیام توییتری گفته است که حفاظت از دموکراسی در افغانستان مستلزم مشارکت و احترام به قوانین است. این در حالی است که پیش از این کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی از عدم همکاری کمیسیون مستقل انتخابات در مورد با کمیسیون شکایات انتقاد کرده بود. انتخابات ریاست جمهوری در 6 میزان برگزار و نتایج ابتدایی این انتخابات در اول جدی اعلام شد. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در حال حاضر مصروف رسیدگی به بیش از 6,000 شکایت استنافی است. این کمیسیون همچون گفته است که به تمامی شکایات در زمان قانونی آن رسیدگی خواهد کرد. و
وزارت مالیه در نظر دارد که تمامی کارمندان بازنشسته که به طور رسمی ثبت این وزارتن دوباره با استفاده از سیستم بایومتریک تثبیت هویت کند. همزمان با دهم در روز ملی متقاعدین، وزارت مالیه اعلام کرد که تمامی متقاعدین و ورثه آنها را تثبیت هویت و برایشان کارت جدید توزیع می کند. به گفته مسئولان وزارت مالیه، بر اساس مقرر تقاعد تمامی کارکنان بازنشسته و ورثه‌شان باید هر سال تثبیت هویت شوند. رئیس عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه در یک نشست خبری گفت که بر اساس طرز العمل اجرای حقوق متقاعدین، زمان 3 ساله تثبیت هویت متقاعدین تکمیل شده و آنان مکلفند که برای تثبیت هویت مجدد مراجعه کنند. محمد عمر دورانی رئیس عمومی خزینه تقاعد در این وزارت گفت که هدف از تثبیت دوباره هویت کارمندان بازنشسته و ورثه آنان، شناسایی هویت دقیق آنها از طریق تکنولوژی، ایجاد شفافیت بیشتر در روند توزیع حقوق ماهانه آن، عرضه خدمات بهتر و سریع به کارمندان بازنشسته است. به گفته وی، بر اساس مقرره تقاعد، تمام کارمندان بازنشسته و ورثه‌شان باید هر 3 سال تثبیت هویت کنند. آمار وزارت مالیه افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر 154 هزار کارمند بازنشسته ماهانه حقوق دریافت می‌کنند. آغاز پروسه دیجیتال سازی، دیجیتال وصلی سازی آرشیف خزینه تقاعد در مرکز و ولایات. تثبیت هویت مجدد متقاعدین در سطح مرکز با همکاری اداره محترم ملی احصایه و معلومات. سخنگوی وزارت مالیه گفت که امسال برای مامورین بازنشسته حدود 6 میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده است، اما او افزود که بر اساس ضرورت در نیمه سال مالی بودجه بازنگری می شود. همچنان وزارت مالیه در نظر دارد که در سال مالی 1399 کارمندان بازنشسته اداره های غیر دولتی و سکتور خصوصی را نیز شامل سیستم تقاعد بسازد. در سال 1398 ما تانستیم که مجموعاً به 136,570 تن متقاعدین حقوقشان را بپردازیم. تطبیق پلان بهبود عملکرد مالی با در نظر داشت تعهدات وزارت مالیه و بانک جهانی. هنوز آمار دقیقی از کارمندان بازنشسته غیر دولتی در افغانستان وجود ندارد. گفتنی است که در مجموع 154 هزار متقاعد نزد وزارت مالیه ثبت شده که از این میان 134 هزار و 14 نفر در مرکز و 19 977 نفر دیگر در ولایت بایومتریک شدند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون هویت 2 نظامی کشته شده در سقوط طیاره در ولایت غزنی را اعلام کرد. وزارت دفاع آمریکا گفته است که پاول کیواس 46 ساله و رایان اسفانوف 30 ساله 2 نظامی هستند که در این رویداد کشته شدند. این طیاره آمریکایی روز دوشنبه در ولسوالی دهیک ولایت غزنی در منطقه زیر تسلط گروه طالبان سقوط کرد. علت سقوط این طیاره تا هنوز به گونه رسمی اعلام نشده و ایالات متحده آمریکا گفته است که در این باره بررسی می‌کند، اما مقام‌های آمریکایی گفتند که هیچ گزارش مبنی بر اینکه این طیاره از سوی گروه‌های مخالف سقوط داده شده باشد وجود ندارد. در ادامه رویدادهای داخلی آلا هم گزارش از نرخ ارزها و وضعیت آب و هوا. $1 امریکا 76 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 یورو 84 افغانی و 30 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 75 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
ادامه هم چند رویداد در خارج از کشور. وزارت مالیه آمریکا با اتحادیه اروپا و کانادا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه مسکو در پیوند با اشغال شبه جزیره کرمه و ادامه خشونت‌ها در قبال اوکراین همراه شد. با گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اوفک، 8 فرد حقیقی و یک شرکت خصوصی راه‌آهن با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مالی در ایالات متحده روبرو می شوند. 7 تن از 8 تن که تحریم شدند و وزارت مالیه آمریکا آنها را مقام‌های غیر قانونی مرز حمایت روسیه در کریم توصیف کرده، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفتند. اتحادیه اروپا این افراد را متهم به تضعیف حق حاکمیت اوکراین از طریق برگزاری انتخابات محلی در کریم کرده است. کانادایی 6 تن از آنها را در فهرست سیاه ممنوعیت ها و محدودیت های خود قرار داده است. مقام های چینی میگویند که شمار قربانیان ویروس کشنده کرونا در این کشور به 170 تن رسیده است. با گفته این مقام ها نزدیک به 6000 تن دیگر به این ویروس آلوده شدند. سازمان جهانی بهداشت از گسترش این ویروس کشنده در جهان هشدار داده است. مقام های چینی گفته است بیشتر این قربانیان در ولایت هوبی جان باخت. مقام های این کشور از بیش از 12000 رویداد مشکوک نیز خبر دادند. در خارج از چین تا اکنون در مجموع حدود 50 مورد ابتلا به این ویروس در 15 کشور ثبت شدند. دونالد ترامپ در صفحه تویتر خود با اشاره برای گیری روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان برای کاش اختیارات جنگی رئیس جمهور نوشته است که دموکرات ها می خواهند کار را برای رئیس جمهور در دفاع از آمریکا و مقابله با عنوان به مثل ایران سخت تر کند. ترامپ در تویت دیگر عنوان کرده است که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار این است که کنگر اختیار رئیس جمهور را برای استادن مقابل سایر کشورها و دفاع از آمریکایی ها بگیرد. پیش از این مجلس نمایندگان ایالات متحده قطعنامه را برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور برای جنگ احتمالی با ایران تصویب و چون این اقدام را تنها منوط به مجوز کنگر کرد. بیننده های ارجمند هستیم. به لحظات پایانی این بسته خبری سپاسگزار از اینکه در این بسته خبری با نگاه بودید. وقت وقتتون خوب. خدا نگهدار.